با یه سلام گرم و سرشار از عشق و محبت نثار دوستان و بینندگان عزیزم. امروز میخوام کوکوی خوشمزه اسفناجو بهتون آموزش بدم. این کوکو واقعا خوشمزه و مقویه و میشه باهاش غذاهای متنوعی درست کرد، مثل خورشت اسفناج آلو که بهتون آموزش دادم، نرگسی، بورانی اسفناج. میشه با این سبزی خوشمزه و مقوی انواع و اقسام غذاها رو درست کرد. این کوکویی هم که امروز بهتون آموزش میدم واقعا خوشمزه و خوشخوراکه. خواهش میکنم برای یک بارم که شده امتحان کنید، بعد قضاوت کنید. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه کوکوی اسفناج: اسفناج پاک شده 200 گرم، سیب زمینی آب پز شده 2 عدد که باید اونو رنده کنید، گوشت 200 گرم، پیاز متوسط 2 عدد، تخم مرغ 3 عدد، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم، زنجبیل تازه و رنده شده 1 قاشق مرباخوری، زعفران دم کرده به میزان لازم. چایی رو که داشتیم کاملا میشورید. توی شستشو دقت کنید تا ماسه چیزی داخلش نباشه و کاملا شسته و ضد عفونی بشه. برای پاک کردن اسفناج برای کوکو حتما ساقه های اسفناج رو بگیرید. ما فقط برای کوکو نیاز به برگش داریم و اونم باید کاملا ریز ریز کنیم. اسفناج رو وقتی شستید اجازه بدید تا کاملا آبش بره. اگر آب داشته باشه اسفناجاتون آب میندازه و درست خورد نمیشه. به این شکل اسفناجا رو دسته کنید و تو اونجایی که میتونید اسفناجا رو ریز ریز کنید. اسفناجا باید در این حد خورد شه. حالا اسفناجا رو میذاریم کنار، میریم سراغ بقیه کارا. عزیزان بعد از اینکه اسفناجا رو خورد کردیم و کنار گذاشتیم، میریم سراغ گوشتمون. شما میتونید این گوشت رو هم چرخ کنید و هم ساتوری. ساتوریش خیلی خوشمزه تر میشه توی این کوکو. به تیکای کوچیک تقسیم کردم، کاملا با ساتور میکوبم و ساتوریش میکنم. این روش قدیما به همین شکل این کوکو رو درست میکردن و واقعا خوشمزه و خوشخوراک میشد. منم خواستم به شکل سنتیش بهتون آموزش بدم. کاملا گوشت رو میکوبید تا یک دست بشه. به این شکل گوشت رو ساتوری میکنید. یه مقدار گوشتمون که خورد شد، یه دونه از پیازا رو به این شکل خلالی روش خورد میکنی. کاملا با ساتور ساتوری میکنیم تا پیازا هم خورده خورد شه و به خورد گوشت بره. همونطور که گفتم اگر دیدید این کار براتون سخته، میتونید گوشت رو چرخ کنید، یه پیاز رو رنده کنید، آبش رو بگیرید و به گوشت بزنید. ولی این روش واقعا خوشمزش میکنه.
کباب کوبیده بنابم به همین شکل درست میکنم. من نمیخوام زیاد خورد کنم چون میخوام طعمشو زیر دندونم حس کنم، طعم گوشت رو زیر دندونم حس کنم. همین مقدار که کوبیدیم کافیه. میریم سراغ بقیه کارامون. خب عزیزانم، ما دو تا پیاز داشتیم، یکشو داخل گوشت ریختیم و یکیشم نگینی خورد کردم داخل روغن سرخ میکنم. اجازه میدم تا یکم سبک بشه و رنگش عسلی بشه. خب عزیزان، وقتی پیازامون در این حد تفت خورد، همونطور که میبینید سبک شده و رنگش هم تقریبا به عسلی میخوره. تو این مرحله گوشتایی رو که ساتوری کردیم بهش اضافه میکنیم. حرارت زیر گازم باید زیاد باشه تا گوشتمون آب نندازه. گوشت رو مرتب هم بزنیم تا یه حالت دوندون بگیره. همونطور که میبینید گوشتمون تقریبا یه حالت دوندون به خودش گرفته. فلفل رو اضافه میکنم تو این مرحله. زردچوبه رو اضافه میکنیم. کاملا تفت میدیم. نمکم اضافه میکنم. حالا مواد رو 5 دقیقه با شعله متوسط تفت میدیم و بعد حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا مواد گوشتیمون کاملا سرد بشه. تا مواد گوشتیمون خنک میشه بریم سراغ بقیه کارامون. اسفناجایی رو که خورد کردیم کاملا ریز کردیم داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم. سیب زمینی ها رو من رنده کردم، اونم به موادمون اضافه میکنیم. سیب زمینی هم که به اسفناجا اضافه کردیم میذاریم کنار. اگر میخواید پف کوکوتون زیاد بشه حتما تخم مرغا رو جداگانه توی یه ظرف دیگه بشکنید، کاملا بزنید تا از لختگی درآد. این باعث میشه تا پف کوکوتون بیشتر بشه. کاملا بزنید تا از لختگی درآد. 2 دقیقه به همین شکل بزنیدش. کاملا که تخم مرغا از لختگی در اومد، نمک رو بهش اضافه میکنیم. ما به مواد گوشتیمون نمک زدیم، مراقب باشید نمک زیاد نریزید. زنجبیلی که رنده کردیم رو اضافه میکنم. یک مقدار فلفل سیاه، یک مقدار زردچوبه،
و زعفرون دم کرده را به تخم مرغ اضافه میکنم. حالا با همزن یک مقدار مواد رو مخلوط میکنیم. مواد گوشتیمونم دیگه خنک شده. کنار میذارم. مواد گوشتی را به اسفناج و سیب زمینیمون اضافه میکنیم. همونطور که میبینید اصلا روغن اضافی نداره. در این حد باید روغن بهش بریزید. حالا کاملا مواد رو با هم مخلوط میکنیم. تخم مرغ اضافه میکنم. مواد کاملا میزنم تا یک دست بشه. عزیزان یک مقدار روغن خیلی کم داخل ماهیتابه ریختم. اجازه میدم تا یه مقدار داغ بشه. این کوکو روغن خیلی کمی مصرف میکنه. حالا مواد رو داخلش میریزم. کوکو رو کاملا تو تمام نقاط ماهیتابه به طور یکسان پخش کنید. حالا وقتی به طور یکسان توی ماهیتابه پخش کردیم حرارت رو کم میکنیم. در ماهیتابه رو میذاریم و اجازه میدیم تا کوکومون کاملا سرخ شه. وقتی که سرخ شد برمیگردونیم و طرف دیگه‌ش هم سرخ میکنیم. خب عزیزان حدود یک ربع گذشته و فکر میکنم کوکومون سرخ شده. حالا من میخوام اینو به شکلای مثلث برش بزنم. به این شکل به هر اندازه‌ای که خودتون دوست دارید. مطمئن شید که کاملا جدا شده. حالا به کمک کفگیر و یه قاشق دیگه کفگیر رو کاملا زیر کوکو میبرید و به این شکل برمیگردونید. این یکی را من برگردونم. حتما بذارید یک طرفش کاملا سرخ شه. بعد طرف دیگر رو برگردونید. حالا میذارم اون طرفش هم کاملا سرخ بشه. سرو شده این غذا رو خدمت شما دوستای گلم ارائه میدم. اسفناج ما آماده شد. من اونو تزیین کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. این کوکو رو میتونید هم با برنج میل کنید و هم با نون. واقعا خوشمزه است.
غذایی که بهتون آموزش میدم همش امتحان شده است. مطمئن باشید اما بینش انتخاب میکنم و خوشمزه ترین، مفید ترین و سالم ترین غذا رو به شما عزیزانم آموزش میدم. امیدوارم که این آموزشم مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای گلم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.